ما کلا دو مدل اسپیکینگ داریم وقتی که شما دارین انگلیسی صحبت میکنین تمرین میکنین با معلمتون یا با یک کس دیگه ای خب کلا دو مدل انگلیسی داریم یا کنترل یا فری هستش حالا این یعنی چی کنترل پرکتیس یعنی یه جواب کنترل شما کنترل د... شده شما دارین به یک سوال میدید مثلا من از شما یه سوال میپرسم با یک گرامر خاص مثلا من امروز به شما پرزنت پرفکت درس دادم خب انتظار دارم خب پرزنت پرفکت جواب بدین دیگه اوکی okay. مثلا میپرسم uh, have یو هاد بریکفاست تو دی آیا امروز صبحونه خوردی شما میگید yes I have هاد بریکفاست تو دی خب تا اینجا یه کار که کنترل شده بود دیگه من پرزنت پرفکت پرسیدم شما پرزنت پرفکت جواب دادین من مثلا آینده آینده ساده میپرسم uh, what will you do tomorrow? I will probably do this tomorrow. شما آینده ساده جواب میدین خب کنترل شده. اما اصل اسپیکینگ در فری پرکتیس هست اصل اسپیکینگ اصل اینی که شما بتونید سطح زبانی تونید امپروف کنین اینی که شما در دل یک گرامر دیگه سعی کنید از گرمره های دیگه استفاده کنین از گرمره های دیگه که یاد گرفتین استفاده کنین وقتی که شما ازتون یه س... کسی یه سوال present پرفکت میپرسه یعنی در واقع اینجوری بگم اگر شما در سطحی هستین که دارین این present perfect رو یاد میگیرید یعنی سیمپل رو یاد گرفتین سیمپل رو یاد گرفتین آینده یاد گرفتین continuous رو یاد گرفتین پاست رو یاد گرفتین شما کلی چند تا یاد گرفتین سیمپل رو یاد uh, passive با سیمپل رو یاد, پس یاد گرفتین بعد رو یاد گرفتین یاد گفتین. اگر شما به پرزن پرفکت برسید یعنی شما افراش ده تا گرامر آلردی یاد گرفتید در دل اون سعی کنید خلاق باشید از اون گرامرای دیگه ای که بلدید استفاده کنید که ما به اون که میگیم فری پرکتیس و معلم ها باید دقت کنند که یکم آزاد بذارن زبان آموزانشون رو نه اینکه هم یه جواب کوتاه دادم استاپشون کنن بذارید صحبت کنن بذارید حرف بزنن بهشون فیدبک بدین اگر اشتباه گفتن فیدبک بدین که هم اون گرامر رو تمرین کرده باشیم به صورت کنترل شده و هم بتونن گرامرهای های دیگه رو مرور کنن و سعی کنن استفاده کنن که اکتیویت بشه در ذهنشون در مغزشون اکتیویت بشه خب به عنوان مثال همین من جواب بدم Have you had breakfast today? خب سوال پر پرفکت Yes I've had breakfast today خب یه جواب کنترل شده دادم حالا میخوام یکم آزادتر جواب بدم Uh, i had breakfast at 9 o'clock in the morning and i had one egg with some bread i usually have breakfast at 8 o'clock but today i stayed in bed a little later and i had to have my breakfast at 9 o'clock simple <inaudible> pasim de sephardic simple past, de sephardic yes some of them masak I quantify them so to the degree that you own اوکی لزوما اسپیکینگ رو تقویت کردن به معنای گرامر های خفن استفاده کردن نیست این دقت کنید مثلا وقتی شما یه آزمون بلن مثل آیلتس دارید میدین چه در رایتینگ چه در اسپیکینگ این برای زمینه مهمه که شما یک رنج از گرامر استفاده کنید نه اینکه فقط سه تا گرامر خفن و سخت استفاده کنید گرامر کامپلکس استفاده کنید کدام کدوم توانایی بیشتر زبانی رو نشون میده یعنی که من برم سه تا گرامر سخت اسس کنم هر که هر سوالی تو دو دنیا ازم پرسید با اون سه تا جواب بدم یا نه اون سوالی که مثلا با گرامر پرزنت پرفکت بود اگزامینر آیل ازم پرسید یه جواب کوتاه با پرزن پرفیک بدم و در جوابم در ادامه جوابم سه تا چهار تا گرامر دیگه استفاده کنم کدوم سطح زبانی بالاتری رو نشون میده کدوم نشون دهنده اینه که زبان آموز کنترل بیشتری بیشتر روی گرامر داره کدوم نشون دهنده نشون که اون زبان آموز بیشتر زبان خونده بیشتر وقت گذاشته مسلما اون کسی که رنجی از گرامر استفاده میکنه تا اون که رفته ست گرامر سخت تا اسفس کرده هر سوالی ازش میپرسیم اون جواب میده uh, what do you think about what do you, what do people in your country do in the summer? What I want to talk about is the people in my country and what do they do is uh, to go out in summer and what they enjoy most is hanging out together and what my family enjoys این کار رو نکنید این کلف سنتنس یکی از بهترین گرامر های انگلیسیه ها. ولی هر چیزی رو که شما overuse کنید بیش از حد استفاده کنید نچوال بودن و طبیعی بودن پاسختون رو از بین میبره و در آزمون ها ازتون نمره کم میشه فکر نکنید چه جواب خفنی دادم الان باید هفت و نیم هشت بشم و جواب بیاد بشه پنج و نیم پنج و نیم یا اگر خوششانس باشید شش اوکی؟ رنج از گرمه رو استفاده کنید یعنی چی؟ یعنی وقت بذارید گرمه های مختلف بگیرید تمرین کنید وقتی یک سوال ازتون میپرسن همون گرمه رو استفاده کنید جواب بدین کنترل شده اون گرمه رو تمرین کنید و بعد فری پرکتیس داشته باشید سعی کنید رنجی از گرمه استفاده کنید این ویدیو رو لایک کنید کامنت بدین با دوستاتون به اشتراک بذارین خیلی مطلب مفیدی من بهتون دست میدم تمامی مهارت های رئیس تو این کانال من درس دادم اگه میخوان از شرکت کنین به صورت 100 درصد رایگان 100 درصد رایگان واسه چی نمیگم این پکیج رو صد 100 درصد رایگان برید نگاه کنید استفاده کنید برای دوستاتون هم بفرستید توی ویدیو بعدی میبینمتون